در آستانه تأیید عربستان سعودی به عنوان میزبان جام جهانی 2034، گروهی از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر از فیفا خواستند که نظارت مستقل بر رعایت حقوق بشر در این کشور را الزامی کند. این درخواست در پی نگرانی ها از وضعیت حقوق بشر به ویژه در زمینه آزادی های عمومی از جمله شیعیان این کشور و شرایط کارگران مهاجر مطرح شده و بر اهمیت اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از نقص های احتمالی تاکید دارد. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می‌کنم. با نزدیک شدن به تایید عربستان سعودی به عنوان میزبان جام جهانی 2034، یک گروه از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر از فیفا خواستند که نظارت مستقل بر وضعیت حقوق بشر در این کشور را الزامی کند. این درخواست ها در پی انتقادات شدید از سوابق حقوق بشری عربستان به ویژه در زمینه آزادی بیان و حقوق زنان از جمله در رابطه با شیعیان این کشور مطرح شده است. این مشاوران تأکید کردند که فیفا باید از تجارب گذشته به ویژه در میزبانی قطر در جام جهانی 2022 درس بگیرد و تدابیر لازم را برای جلوگیری از نقض‌های حقوق بشری در عربستان اتخاذ کند. آنها همچنین خواستار اضافه شدن یک بند فسخ در قرارداد میزبانی هستند تا در صورت عدم رعایت حقوق بشر فیفا بتواند به راحتی قرارداد را لغو کند. گروه‌های حقوق بشری نگران شرایط کارگران مهاجر در عربستان نیز هستند و می‌گویند که ساخت و سازهای بزرگ برای این رویداد می‌تواند به نقض‌های جدی حقوق بشر منجر شود. در حالی که مقامات عربستان از پیشرفت‌های اجتماعی تحت چشم‌انداز 2030 صحبت می‌کنند، انتقادات به وضعیت حقوق بشر در این کشور همچنان ادامه دارد و خواستار پاسخگویی فیفا به این درخواست‌ها بیشتر از همیشه حس می‌شود. همراه هستیم با نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران. آقای آموزگار، سلام و عرض ادب. آقای آموزگار، با توجه به موفقیت ائتلاف بین المللی با حضور عفو بین الملل در جلوگیری از عضویت عربستان در شورای حقوق بشر، به نظر شما آیا فیفا میتونه با توجه به همین تجربه شرایط نظارت مستقل بر حقوق بشر را برای میزبانی جام جهانی 2034 در عربستان الزامی کنه و این اتفاقها در تغییر رویکرد عربستان در مسائل حقوق بشری تأثیر گذاره؟ بفرمایید. عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. بزرگوارید. مسائل حقوق بشری در از دیرباز مسئله عمده بوده. از وقتی که این اصلاحات رو شروع کردن، سعی کردن یک مقدار بهتر کنن و اوضاع رو ولی کماکان این دلمشغولی بزرگ برای فعالان حقوق بشر و کشورهای مختلف وجود داره، چون عربستان هنوز ناقض بزرگ حقوق بشر هستش. ولی اینکه فیفا بیاد در امر ورزش حقوق بشر دخالت کنه سابقه چندانی نداره، اصلا سابقه نداره. در جام جهانی گذشته در قطر هم متاسفانه تنها اعتراضی که کشورهای غربی کردن اینه که آزادی استفاده از مشروبات الکلی در اونجا آزاد نبود، ولی کار دیگه به مسائل اجتماعی که دلمشغولی ما مسلمان ها هستش و فعالان حقوق بشر اونجا هم نداشتن. بنابراین فکر نمی کنم فیفا خیلی بتونه نقشی، به خصوص که آقای اینفانتینو خودش بزرگترین حامی عربستان در این قبول شدن. اتفاقا عربستان تنها کشوری بود که وقتی 25 روز فیفا فرصت داد که از آسیا یا اقیانوسیه کسی قبول کنه این پیشنهاد میزبانی رو، تنها کشوری بود که این پیشنهاد رو قبول کرد و ظرف چند دقیقه هم بیشتر طول نکشید و برای اعلام قبولیش هم وزیر ورزش عربستان سعودی به اتفاق دو تا بچه رفت و گفت این نشونه اینه که ما به آینده جوانها و نوجوانها اهمیت میدیم و اینها بچه ها اومدن که اینو ثابت کنن. بله، ممنونم از امرایتون. با تشکر از سید نادر آموزگار، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.